خندی و خندت مثل اون اولا نیست، اینجایی اما فکرت اصلا این جاها نیست، جوری غریبی میکنی با من که انگار حتی قیافم واسه تو آشنا نیست، حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو اقیانوس من بود، تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو اقیانوس من بود، تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو کسی که بین ماها رو به هم زد، حالا دیگه هیچی میون ما دوتا نیست، من دست و پامو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست، هر روز میگم با خودم مردم براش تا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو اقیانوس من بود، تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو اقیانوس من بود، تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو
سلام، یه لحظه گوشی؟ اینجا دیگه یواش میره برای فید و تمام. چطور بود؟ بزن حالت خوبه؟ چیه؟ میگم چطور بود؟ خوب نیست. به نظر من اصلا خوب نیست. خوب نیست؟ نه، خوب نیست. چیش بده؟ چیش خوبه؟ سوهل! پس چی داد میزنی؟ نمیشنوه که. یواش که نمیتونه بگم سوهل که بگم اینجوری نشه جونی بخواد بیاد. سوهل! بیا خوشش نیومده. الو؟ عشق من؟ تو دستم؟ حالی شده؟ الو می؟ عکس گذاشتی این اینستاگرام؟ یارو سیبیلوه کیه؟ آبا حلش کن من اصلا حلوسه میخواد حلش کن. بازا کافی میخوری؟ بوشه جونه، من میل ندارم. چه مرگت رضا؟ از صبح شدی برج زهر ما رو از همه بهونه میگیری. این چرا اینجاست؟ فلان چیز چرا اونجاست؟ اه مرد حسابی، برای چی برگشت به منشی شرکت میگی چرا انقدر زیاد آرایش کردی؟ مگه تو پلیسی؟ برای اینکه زیاده دیگه سهیل جان، اینجا شرکت مجلس عروسی که نیست. دختره هر روز هفت قلم آرایش میکنه که چی بشه؟ آقا شلوغش نکن رضا، من تو رو نمیشناسم. منو نگاه کن، تو یه هفته است یه آدم دیگه. روک و رو راست بگو مشکل چیه؟ مشکل وضعیت شرکتی که خرابه. چشه بابا، بازار همینجوری کساد هست. ما توی ما دو تا قرارداد بستیم، شما اون دو تا رو هم دارین به فنا میدین. آخه این کاریه که آدم دست مشتری. عزیز دل من، همون کاریه که تو اتاق فکر شرکت تاییدش کردی، به بچه چرچر میکردی، گفتی طرف ببینی کیف میکنه دهنش وا میمونه. الان بد شد؟ مشکل من با طرح نیست. الان نمیگم مشکلی با طرح ندارم، مشکل من اجراست. آها، الان فهمیدم چی شد. مشکل جنوالی با منه. آقا پیمان بیا دریاب، مشکلش با منه. من نگفتم مشکل شمایی، مشکل من با کاره. اجرای کار با منه دیگه برادر. خب چه خبره واقعا؟ صداتون همه جا پیچیده. رضا جان این رافکاته، فاین کات که نیستش که. بذار من درستش کنم، اگه مشکلی بود بعد هرچی دوستشی بگو. یه مشکل خود توی. آخه این چه سر وضعیه؟ اصلا معلومه چی کار میکنی؟ راست میگه دیگه، مشکل توی. دل به کار نمیدی پیمان. آخه به من چه؟ به سر وضع من چی کار داری؟ من نگفت تو کت بپوش به اینجا بشی. کت پوشیدم الان چرا گیر میدی؟ کروات بزنم دم صبحی؟ حالا همه چیز خراب کردی رو من دیگه. آره رضا، چرا انقدر مشکل گندش بود؟ چهار تا شعار تبلیغاتی و نریشن دیگه. شب میدیم ریحانه بنویسه، بعدم یه نریتور میگه، بعد میذاریم روش تمامش میگه. ببخشید آقای بقایی، از شرکت روحام تماس گرفتم باهاتون بابت پوسترها. چی بگم بهشون؟ بگین چاپخونه از کارا آماده شه، نمونه براشون میفرستیم. چشم. واقعا زیاده. شوهر قطع خواهرتو دادی به این نتیقه؟ آقای با من اینو چیکار کنم؟ باید من زنگ بزنم به آهنگساز بگم موسیقی رو بفرسته، یه نریشن هم بذاریم روش. تو هم بیکار بودی برداشتی رافکات نشونه این داری، میشناسیش؟ عزیزم به اون گفتم رافکاته، تو دیگه باور نکن. فاین کات هرچی از همینه. فاین کات پس این یه مرگش هست امروز. الو مارکو پولو کجایی بابا؟ بله آقای بقایی، گفتن که طرح رو فرستادیم برای چاپ. بله اصلا
بله، طرح رو فرستادم برای چاپ. به محض اینکه آماده بشه میفرستیم خدمتتون که نظر نهایی رو بگیم. اینقدر نگران نباش عزیزم. چشم. هر چی شما بگی. شما یه خورده تحمل کن، من خودم خبرت میکنم. قربون اون بغضت بشم. چشم. چشم دیگه. میام پیشت. خداحافظ. اینا جدیده؟ قبلا نشینه بودیم. چشم؟ قربونت برم. ریحانه این پیچ پیچ تلفنی ها خبر داره؟ شما نگران نباش. ریحانه بیشتر از این حرفا به من اعتماد داره. تو این دنیا هیچ زنی نیست که به شوهرش اعتماد داشته باشه. دروغ میگن که خودشون اذیت نکن. حالا چی اومدی اینا رو بگی؟ نه، اومدم بگم که با مدیر روابط عمومی شرکت داروی امروز جلسه دارم. بچه های بازاریابی پیداش کرد. اگه بتونیم مخشون رو بزنیم، نانمون تو روغن. اوضاع شرکت خرابتر از این حرفاست. میزان پرداختی ها، هزینه های اضافی، بریزو به پاشای علکی، دخلمون به خرجمون نمیاد اصلا. بذار تو واقعا سر این انقدر به هم ریخته ای؟ مرد سای بلندشون تلفن رو بردار، زنگ به بابات بزن بگو حاجی التماس دعا و تمام. سویل خودتو لوس نکن، من اصلا حوصله شوخی ندارم. چه شوخی؟ غرور مسخره تو رزو بذار کنار، یه زنگ به حاجی بزن بگو سفارشمونو به یه بانکی مؤسسه یه جایی بکنه. با تبلیغات یه سالشو بگیریم، میدونی خیال هممون راحت. چی واسه خودت میبری میدوزی؟ صد بار گفتم حساب من از حاجی جداست. روز اول شراکتمون بهتون گفتم اگه مشکلی برای ما پیش اومد خودمون باید حلش کنیم. خودمون. خیلی خوب ترش نکن. تو لیاقتمون بابا رو نداری. اگه حاجی بابای من بود الان نصف تهران گرفته بود. مفت کجاست رضا؟ تو کشوی وسطه. یه شب با پیمان بیاین خونه بشیم گپ میزنیم حلش میکنم. نگران نباش. گرفتی ما رو؟ ریحانه گفت امشب دعوتیم خونتون. جدا؟ امشب؟ گفت دختر خاله خانه بده امشب اونجاست، اصرار داره ما هم باشیم. نفهمیدم واسه چی. حتما خواسته سورپرایز کنن. آه، گرافیستو چی کار کردی رضا؟ مهم ها، بعدا نگی نگفتی. یکی دو نفر اومدن کارشون تعریفی نداشت. همین روزه یکی پیدا میکنم. حدود 200 شهید و زخمی بر جای گذاشت. گروه تکفیری داعش این جنایت یک بار دیگر ثابت کرد تنها گزینه ملت و دولت سوریه رویارویی بی امان با گروه های تروریستی تکفیریه. محمد حسن حسینی خبرگزاری صدا و سیما. این دنیا رو کنفیکون کردن بی شرفا. خدا به امور رم ببخشید معطلتون کردم. بفرمید. قبولش. قبول کردم. انشالله هزار سال زنده باشید. سایه‌تون رو سر ما. تو این دور زمانه کمتر پیدا میشه آدمای مثل شما حلال مشکلات مردم باشن. فراموش نکن. بی منت و ادعا. ما فقط به خاطر رضای اونه که داریم این کارا رو میکنیم. من کار مردم رو راه میندازم، اونم کار من رو راه میندازه. بفرمایید، گرم شو. میل ندارم آقا. دست شما درد نکنه. خب. گفتی پسر چیکار کرده؟ اعدامیه؟ قاچاق؟ مواد مخدر تجاوز نکرده؟ حاج آقا جوونی کرده بدون گواهی نامه نشسته پشت فرمون و بعدش هم زده یکی رو لتو پار کرده. جوونی و هزار درد سر دیگه. خب از دست من چه کاری برمیاد؟ باید دیه بدم حاج آقا. دست بالام خاریه. تمام پرداختش ندارم. کمکم کن حاج آقا. امیدم به شماست.
ناامیدم نکنین از اون. امیدت به خدا باشه. ما هممون وسیله. درست میشه. نگران نباش. الو. سلام حاج آقا پور شریف. احوال شما؟ بله میدونم بد قولی کردم. بذار به حساب گرفت و گیر زندگی. ببین یه زحمت برات داشتم. یه بند خدایی هست میفرستم پیشت. کمکش کن دریغ نه. جبران میکنم. چشم اونم جبران میکنم. به امان خدا. خدا حافظ. مهراب سلام آجا. آدرس و تلفن حاج آقا پور شریف رو بنویس. یه وقت ملاقات هم برای این آقا بیش. چشم آجا. بفرمید. به سلامت. خدا از بزرگی کمت نکنه آجا. حاضرم یه عمر غلامی تو بکنم. اگه اجازه بدیم میام دستتون رو ببوسم. آخه این کارا چیه؟ بفرمید. به سلامت. بیرون تشریف داشته باشید. خدمتتون میرسم هماهنگی رو انجام میدم. بفرمید. ان شاء الله مشکلتون حل بشه. حاج آقا یه خانومی اومدن بیرون با شما کار دارن. از طرف چی اومده؟ سلام حاج آقا. خانوم واسه چی تشریف آوردید داخل؟ من عرض کردم بیرون باشید هماهنگ بکنم. همینجوری سرتون انداختید اومدید داخل؟ مرا. جانم حاج آقا. خودتون میگید هماهنگ بکنید بعد هر کی میخواد سرشو میندازه پایین میاد تو اتاق و دفتر. تو اینجا چیکار میکنی دختر؟ مگه نگفتم نباید بیای اینجا؟ تماس گرفتم جواب ندادی. نگران شد. خب حتما توی یه شرایطی نبودم که بتونم جواب بدم. تو چرا درک نمی‌کنی؟ حتما درک میکنم که اینجوری اومدم. با حجاب بدون آرایش. دوست داری؟ بله. دوست دارم. خیلی هم بهت میاد. ولی باید موقعیت منم درک بکنی. اینجا محیط کاره. برو خونه عصر میام مبسوط با هم دیگه صحبت میکنی. پول. احتیاج دارم. الان دست چکم رو نیست. دست چکتو پیدا کن. منتظرم. همون جای همیشگی. بد نیست. بد نیست؟ آره بد نیست. عالیه. یکه نمونه است. حرف نداره. ببینید چقدر زحمت کشیدم ملاش. خیلی خوب دیگه بابا انقدر سوسه نیا. چرا واسمون در میاد؟ باید جمع بزنم برات. جمع بزنم اما بزن به حساب. امشب برم من این شرطه رو ببرم. همه رو یه جا با هم تصفیه میکنم. ببین راه نداره. چوب خطت پره. لاقل پول وسیله ها رو با هم بده. دندونگرد شدی؟ میخوای دیگه واسات مشتری نفرستم؟ پورسانت هم که نمیدی. میترسم خود جمع بزنم بدهکارم بشی. جمع بزنم. امر دیگه ای باشه. به این شاگرد بگو این زردالو یه آبی به سر صورتش بزنه بعدش هم بذار زیر سایه. چش. آقا با کی کار دارید؟ با ایشکی. خب بفرمایید. سلام.
الو. سلام ریحانه جان. نه شرکت نیستم، اومدم دنبال یه کاری. باشه باشه باشه، شما آماده بشی منم میگم. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید خانم، میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بخیر. من مزاحم نیستم، کاری هم به کارتون ندارم، فقط میخوام باهاتون حرف بزنم. چه حرفی؟ من با شما حرفی ندارم. میدونی من کیم؟ هر کی. پسر حاج یونس، همون که بختک شدی رو زندگیش، همون که براش خواب دیدی. حاج یونس کیه؟ برو پی کارت. چند روزه این سایه دنبالتم، میدونم باش قرار میذاری اون شرکت، پارک، رستوران. دیگه باش کجا میری؟ کارت اینه نه؟ خفه شو. برو قلابت جای دیگه بنداز، عوضی اون نوه داره. سیاه این چیه دیگه؟ مگه اینجا بنگاه شادمانه است؟ پول نقد بیا والا کیارش؟ پول نقد دیگه بابا، 5 میلیون توش پوله. این کجاش نقده؟ تو فکر کردی با بچه طرفی؟ کارت هدیه بیشتر 1 تومن توش نیست. مشکول، بچه کجایی؟ کوچه والایی. ببین سیاه، نمیدونه کادونا چیه. درست قبول کن. مطمئن؟ مطمئن. این چی میگه اینجا زد خوشو پرپر که؟ تو میشناسیش؟ سیامک کدومتونه؟ آقا سیاه. خوشبختم، سیاه هستم. منو داتیس فرستاده. هوتن؟ بله. جانم میخوام تو مسابقه شرکت کنم. خودت میخوای شرکت کنی؟ نه، راننده دارم. وقت ببینم رانندت این کار هست؟ این کار هست که من الان اینجا. خیلی خوب باشه، مشکلی نیست. داتیس هم که سفارش تو کرده، مسئله این نیست. شرایط مسابقه چیه؟ دو تا از 6 درچه ها، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، در صورت تعهد کپی عقدنامه و در غیر این صورت رضایت والدین. شیرین؟ شیرین من نیستم، شیرین خونه هست، من فرادشم. خیلی خب، خف بگیر تو حالا. ببین هوتن جان، شرایط مسابقه ما 5 تومن پول نقد دارم. اوکی؟ شک نکن. خیلی خوب باشه. دوستان در جریان. نوز شما می. اولا اینکه مسیر مسابقه رفت و برگشت نمی اتوبانه. دوبارم این که ما اینجا جی پی اس داریم. یعنی چی؟ یعنی هر کی بخواد رکب بزنه، میون بار بزنه، دورمون بزنه، ما اینجا میفهمیم پولش پر میشه. اینم دو. سوارم این که نقطه اندینگ همینجاست. یعنی هر کی زودتر برسه اینجا این پولا مال اونه. حالا اوکی؟ اوکی. 5 تومن. بشمرم؟ بشمرم. نمیشمرم. داداش، تو هم پول تو بده بریم میگه. پول من دست توه. کجا دست منه؟ شرطی که بردمو تصفیه کن. خیلی خوب، تصفیه. نه تصفیه کن دیگه. تصفیه میکنم. حالا چرا شاکی میشی؟ چرا همچین میکنی؟ یکی ازت میپرسم زایه بازی در میاد. نگاه نکن، این زد فوره کیه؟ میگم نگاه نکن. باشه، مشکلی نی، این رفیق داتیسه. آدم فروش نباشه. نه، حل. مطمئن. برو بندازی. بشین، بشین بریم. بشین. بچه‌ها آماده باشین بریم. حواست دو طرف هست؟ طرف کیه؟ همین زد فور زرده بغلیه. اون باید حواسش به من باشه. من و الهام رو تو شرط بستیم، میدونی که چه کار روشمنده نیکردیم. چقدر بستیم؟ 20 میلیون. به 20 میلیون خوبه. 50-50. 80-20. 60-40 دیگه. خوبه 60-40. ما دو نفریم، 80 ما 20 و 70-30 دیگه. برو ناره نکن دیگه، برو. باشه، بس حواست باشه. برو باشه. ریانه دستم بنده، بگو. علیک سلام، کجایی؟
بابا چی گرفتار بدبخت. این رفقای ما زن و شوهر رو دعوا کردن، زن قهر کرده، من اومدم اینجا وسادت کنم. بازی در نیار پیمان، ما نزدیک خونه سهیلی نه. این کی میرسی تو؟ من که نمیرسم که، من گرفتارم، کار دارم. من به سهیلم زنگ زدم ازش عذرخواهی کردم. کار چیه نصف شبی؟ شبیه مامانا رفتار نکنی، کار دیگه، شخصی خصوصی کار دارم. دیگه داری شورشو در میاری یا پیمان؟ یلخی و بیخیال که شدی، رفتی واسه خودت خونه مجردی گرفتی، چی بهت نگفتی؟ ماهی یه بار یه سر به مامان بیچاره میزدی، باش حرف زدم، میگه دو ماه هست پیمان خبر ندارم. چشم چشم، من فردا به مامان زنگ میزنم، بعدش هم میرم بهش سر میزنم. چشم، منم که هیچی، خودم اصلا انگار نه انگار داداش دارم. بله، به شما هم میام سر میزنم، به مامانم سر میزنم. من فردا کلا قراره برم سر بزنم، امر دیگه ای نداری؟ کارت دارم ها، حتما بیایی یا نه پیچونی پیمان منو. کریان بسته دیگه، باشه بابا، خدافظ. خدافظ خدافظ، دق نده این منو. مرسی، یه خورده این پیمانو نصیحتش کن، از تو حرف شنوی داره. چی گرفتی؟ نمیدونم، نفهمیدم چی گذاشت. یعنی چی نفهمیدم چی گذاشت؟ قرار بود ناپلونی بگیری دیگه. فکر کنم ناپلونی هم گذاشت. فکر کنی؟ من شیرینی میخوام. چته رضا؟ چیزی شده؟ نه چیزی نیست، داره خستم، مشکلات شرکت کلافم کرده. مشکلات شرکت که همیشه هست، تو اون رضای همیشگی نیستی، کارهای عجیب غریب میکنی، یقه مردم میگیری، با اون سر و وضع میای خونه. پیش میاد دیگه، یه دفعه شد. مهمس. خیلی ببخشیدا، اندار نه اندار که یه دختر قشنگ پشت ماشین نشسته دلش هم شیرینی میخواد. به شما هم میگم پدر مادر. قربونت برم، این شیرینی رو باید ببریم مهمونی، باز کنیم دست خورده میشه، اونجا خاله باز میکنه به شما میده دیگه. نه خیرم، من همین الان شیرینی میخوام. آقای پدر، شما نمیدونستی تو شیرینی فروشی بودی، یه دونه تو چلوشم برای من میدرفتی، اینم برای خاله پدر میدرفتی؟ راست میگی بابا جون، چشم، الان میرم میگیرم. رضا بایست. شما دیگه دختر به اسم دنان ندارید، همش هم جر رو بس میکنید. رضا، تو همیشه وقتی میخوای یه چیزی رو پنهون کنی اینجوری فرار میکنی، جواب منو درست بده. دوباره شروع نکن ریحانه. چی رو شروع نکنم قربونت؟ نیستی رضا، چند روزه نیستی، خودت هم هستی، فکرت با ما نیست، نگو نفهمید. نمیخوای را بیفتی؟ چشم. شب حالت خوب نیست، دکتر رفتی؟ نه والا، رضا یه خورده فکریه، چند روزه همش تو خودشه، میگه سرم تو شرکت شلوغه. سهیلم همینو میگه؟ میگه شرکت شلوغه؟ من شرکت رو نمیدونم، ولی مثلا همیشه هست، فرق عجیبی نفهمیدم ازش. به پیمان زنگ زدی؟ شرمندتم، فکر نکنم بیاد. پیچوند امشب. خب شد من به درسا نگفتم برای چی بیاد. داره میپیچونه دیگه، داره میپیچونه. جوانه امروزی دیدی همشون از ازدواج فراری هن، این ماهی هن لیز میخورن. غلط کرده، همچین گوششو میپیچونم زنش میدم. حالا ببین، هیچ جور دیگه نمیشه کنترلش کرد، قشنگ حساب کتابش از دست من در رفته. جانم سلام عزیزم.
چند هفتته؟ 17 هفته. باش عزیزم نگران نباش، فردا بین مریض بیا من میبینم. خب باش، الان مهمون دارم من برم، فردا بیا. خب مرسی عزیزم، خدافز. خدافز. خونه مریضا ولت نمی کنن. مامان رسید آمریکا؟ آره مامان اتفاقا رسید، یه ساعتیه بعد دیگه. خیلی هم صداش خسته بود تفلک آقا، از این ور دنیا باید بریم اون ور دنیا دیگه، خیلی خسته شده بود. فقط خدا کنه حالا تا میرسه خونه اتفاق براش نیفته. مگه پونه نمیره دنبالش؟ پونه خانم از اسب افتاده پایین، دستش تا آرنج رفته تو گچ. ناراحت شدم. آره تفلک مامانم رفته بود یه آب و هوای عوض کنه، حالا باید بید اینا رو تراخوش کنه. شانسش بدبخت. پاپت برو بیرون، بودو بیرون، پشمات میریزه تو غذا. اینو بنداز رو زمینه. چی بریزه تو غذا؟ پشمه میره رو هوا، میریزه تو غذا. هوا کجا میره رو هوا؟ اینقدر بیچاره رو میبرن تو مهد تمومش میکنن، خیلی تمیزه. پاپت، پاپت بیرون، برو بیرون، بیرون. سگ جای بچه رو نمیگیره دیگه، تو دیر میشم. خودتو با سگ گول میزنی بیچاره. سهیل، سهیل ببین کی زنگ میزنه. الان باز میکنم. چیزی نپرسیدن رضا، یعنی اگه تو اولویتشون بود برام خودشون یه چیزی میپرسیدن دیگه. بله کی؟ به به سلام علیکم، چطوری؟ خوش اومدی، مرسی. ببخش خیلی ترافیک بود. عادت کردم به این برخوردی. ای بابا چه زحمت کشیدی. بابا سلام، عزیزم. مرسی، دیدی گفتم حواست باشه اینطوری؟ گفتی اون باید حواسش به من باشه. گن زدی به همه چی، 20 میلیون گوشی تو کاسه هم خواسته. شرط نمنده، شرط همینه. حالا میبردی میبایی تشکر کنی. برو بابا. بیچاره به دختر باختی. زر زر نکن تو نمیدم پایین. برو برو اینا. حساب بی حساب، من حساب کردم. بچه کجایی؟ فوزولی؟ بیا اینجا. هر جا. هر جا یعنی کجا؟ یعنی همینجا. بس همسایه ای؟ همسایه خوشم نمیاد. از جنس مخالف چی؟ من خودم یه با جنس مخالفم. جنس مخالفو چی واسطه بزنی؟ ابی، منوچهر، موسی، محمود، چی؟ هدیه. هدیه؟ من عاشق هدیه‌ام. یه بار دیگه این برا ببینم بهتون. اوه خیلی داری زرزر میکنی ها. باله رو میبندی یا بیام ببندم؟ یه بار دیگه اینجا ما رو ببینی چی میشه؟ تو این ازگل و این ماشین رو همه رو با هم میکنم تو دیوار. رحم نمی کنم. چه میشه چه میگی؟ 100 دفعه نگفتم وقتی من دارم حرف میزنم تو دهن تو ببن. برو بشین تو ماشین. رضا مشغول شد دیگه. برات بکش ها؟ نه قربونت. اصلا درس آزاش چطوره؟ بد نیست. یکم کوک هستی ارج داره. یادش بخیر دوران دانشگاه چه ساز می‌زدیم می‌خوند. بفر. Thank you.
رفیق بشین، یا بیا بشین. گفته بودی رابطتون سرد شده، من فکر نمیکردم اینقدر جدی باشه. نمیخوای حرف بزنی؟ یه رابطه ای نیست ازم، فقط هم خونی بگا تو اتاق میخواب شبم، من روی این کاناپه. نه اون حرفی میزنی نه من چیزی میپرسم. یه زندگی زندگی نیست، یه همزیستی مسالمت آمیز داریم بابا. شما که با عشق شروع کردید، اونم سفت و سخت. اولش همه چی خوبه دیگه، همیشه همینطور. تا الان هم اگه دمون بردیم از ترس آبروی پدر پگاس، اون حاضر بمیره آبروش جلو خانوادش نره. تو چی؟ تو هم مثل اون فکر میکنی؟ من هنوز وقتی تو چشاش نگاه میکنم فکر میکنم عاشق ترین مرد دنیا. اون منو نمیبینه، نمیخواد ببینه. تو به زوری کار کنم من دوست داشته باشی. شما چی کار کردیم با زندگیتون؟ با کدوم زندگی رضا؟ فقط عادته. اون رئیس دستور میده، منو میگم چش. من شدم پرستار یه سگ رضا. حالا هم طوری نشده که زندگی دیگه باید درستش کنی. چی رو درست کنی؟ دیگه خاله درسا میخواد برامون آهنگ بخونه. قربونت برم الان میام.
برو من اومدم. پاشو پاشو بریم شهرمونو خراب نکن. پاشو پاشو بیا. ریحانه جانم چطوری؟ دختر خوشگلی چی؟ چرا نهی بردیشون؟ بخواستم با تون تنهایی حرف بزنم. پس حدس من درسته، زیر سرش بلند شده نه؟ زود قضاوت نکن مادر جان، من الان چند روز این سایه دنبالشم. بنده خدا صبح میره شرکت، شبم برمیگرده میاد خونه، غیر از دو سه بار که سر زور زد بیرون. کجا رفت؟ سراغ زنی؟ نه بابا، رفت مسجد نماز. شما چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ خب قربون اون شکل ماهت بشم. داری دروغ میگی رضا، داری دروغ میگی که منو آروم کنی. من بوی عطر زنونه رو از 70 فرسخی رو لباس شوهرم تشخیص میدم. هر زن اینو تشخیص میده حقشم هست. به نظرم شما اینقدر مطمئن نکن، شاید این قضیه سوء تفاهم باشه، شاید شما اشتباه کرده باشی. نمیخوای که سر هیچی حیثیت و آبروی شوهرت به فنا بره؟ میخوای؟ این بغض مال همین یکی دو روزه نیست رضا. من 35 سالی دارم با این شک و تردید زندگی میکنم. من اون روزی زندگی رو باختم که با وجود 12 سال اختلاف سن، به اعتبار جوونی و زیبایی، به پدرت بله گفتم. من بازم میگم باور کن شما اشتباه میکنی. فکر میکردم همیشه همینطور جوان و شاداب باقی میمونم. زمان که گذشت من پیر شدم، پدر جوانتر اون رسید، من پژمرده شدم. شما که به دنیا اومدین پوستم ریخت و شل شد، وزنم رفت بالا. من این تاجبانو دختر سرهنگیایی نبودم، من یه پیرزن ناتوانی بودم که دیگه جذابیتی برای مردش نداره. چرا این حرفو میزنی؟ اون بیچاره که صبح تا شب قربون صدقه شما میره، چپ و راست براتون کادو میگیره. درد من همینه، دردم همینه رضا. من میخواد با این کارو غلطای خودش رو لاپیشونی کنه، بگن حاجی عادت نداره از کسی ناز بکشه. رضا فدای اون عشقاتون بشه، گریه نکنه، به خدا من طاقتشو ندارم. دست خودم نیست مادر، دست خودم نیست. میترسم آقه، میترسم، میترسم سر پیری هوو بیاره سرم. هوو چیه؟ اگه من بهت قول بدم، قول بدم که همچین چیزی نشه، آروم میشی؟ قربونت برم. به محسن که حرفی نزدی؟ نه مادر، اون و بابات چیک و پاکشون با همه بو ببره میذاره کف دست حاجی. دیوار هاشو هم که بلنده. خیلی خوب، شما یه چند روزی تحمل کن، من خودم تحتوشو در میارم. تو تحتوشو درار، منم چشو چاره اون زنی کرو. اومدن بابا. واکن بیا ببینم دوی قربونه دارم. حالا چطوره؟ خوبه. خوبه خوب. ببین چی برات گرفتم. این چی؟ دایی برای دختر خوشدل تو اینا نمیگیرن. دختر خوشدل براش تفنگ گرفتم. تو که این همه عروسک داری، اینو بابا توش آب میریزی این تو، بعد میپاشی به سر صورت مامانت. چه خبر؟ مادرت کجاست؟ مامانم دست دست جویه. یه چیزی بگم، چند تا؟ یه دونه. یه دونه چیه بابا؟ بهش میگفتی دایی چند تا میخواد؟ 10-12 تا میخواد. نه یه دونه کمه واقعا.
منزل مسکونیه ها. و علیکه سلام، با تربیت. چطوری عشق من؟ حالت خوبه؟ من خوبم، تو خوبی؟ آره. مامان چطور بود؟ عالی بود. وقت نکردم سر بزنم. اونجوری نگاه نکن دیگه، بهت گفتم دیگه، دیشب گرفتار بودم دیگه. دیشب کجا بودی؟ توضیح دادم که چیکار میکردم. راستش جلو بچه نمیتونم بگم. چیکار کنم من از دست تو؟ تو چیکار کنی؟ من چیکار کنم؟ بابا یه عالمه کار دارم توی دفتر. زنگ زدی پاشو بیا اینجا، چیکار داری؟ تلفنی نمیتونی. چند تا عکس میخوام نشونت بدم. دورسا، دختر خاله پگاه، قشنگ، سلیقت خوب، خوشگل، خانواده دار، هنرمند. اونقدر خوب پیانو میزد نبودی که ببینی. شمارهشو بده. بر ازدواج دارم میگم. خب منم باید شماره زنم داشته باشم دیگه. از اون خانواده ها نیستن، مامانش 5 دقیقه یه بار چکش میگه. آه، ایناست که باید 8 شب بره خونه. من روال زندگی میرزه به من، 8 تازه بیدار میشم. لیانه جدی دارم حرف میزنم، تو نمیخوای سامون بدی به زندگیت؟ وقتش ازدواج کنی. خیلی جدی دارم میگم قربونه. الان داری جدی حرف میزنی؟ آره. واقعا میخوای برام زن بگیری؟ آره میخوام برات زن بگیرم. خجالت نمیکشی؟ یعنی چی؟ تو فکر نمیکنی دیگه بیش از اندازه داری تو زندگی من دخالت میکنی؟ به اندازه کافی به من فشار آوردی دیگه. گفتی برو نمیدونم تدوین یار بگیری، منم رفتم یاد گرفتم. از این کار متنفرم. من به خاطر حرفای شما رفتم دارم انجامش میدم. الان میخوای زن بگیری؟ اجازه میدی من در مورد زندگی آیندم خودم تصمیم بگیرم اگر میشه دخالت نکنی؟ چه دخالتی؟ رفتی خونه مجردی گرفتی، هیچ کدوممون نمیدونیم داری چیکار میکنی. ببخشید، میمدم پیش شوهر تو زندگی میکردم یا پیش شوهر ماما؟ خونه مجردی نمیگرفتم، تو جوب زندگی میکردم، چیکار باید میگردم؟ من نمیدونم پیمان، من با ریتم زندگی تو مشکل دارم. ریتم زندگیت غلطه برادر من. با چی مشکل داری؟ ریتم زندگیت. ریتم زندگی تو خوبه، آدم خوابش میگیره. ریتم زندگی من تونده. من دارم میرم به سمت جلو. اوه، ببین چی اینجا بندری. من دایی بیا سن خارزاده برخصه. نه نکن مامان، کافیه. چرا؟ چیکارش داری؟ چیکارش داری؟ یه بار زندگی رو جدی بگیر. تو رو برید به زندگی من حسادت میکنی؟ اصلا به من چند چی داره؟ خودت میدونی یا زندگیت. من به عنوان خواهر مسئولیتم این بود که حرفمو بزنم، زدم دیگه. خود دانی، چایت سرد نشه اینم بخور. شمارهشو بده. الو، بده شمارهشو دیگه، میخوام فکر کنم. بیدونم شمارهشو نمیدی؟ آقا اون بوزه، اون یه عروسک بوزه. آرایش بوزه. باش خیلی باید حواستون با آرایش باشه. خب عروسک باید از فاصله دیده بشه، بچه باید ببینه اون رنگا به خاطر این میاد تو صورت عروسک. نه، معنی نمیده دیگه. باید هم شما رو کنترل کنه. ای بابا، شمارشو نمیدی؟ بیانه دیدی مادر شماره رو ندار؟ آره دیدم. چرا اینجوریه مادرت؟ خب وقتی حرفشو دوش نمیتونی عصبانی میشه دیگه. اه؟ من حرفو تو رو گوش نکنم عصبانی میشی؟ الان عصبانی یاد دستم؟ خب وقتی مامانم عصبانی شه منم عصبانی میشم. خب پس دیگه اینجا جای من نیست که اینو من بده من ببرم بده. نه دیگه اونقدرم عصبانی نیستم که دایی میدوسه. نه کسی هستی تو؟ پس یا اصله رو بده یا باید بندری برخصی. بندری نه، شونه میشه. اخ بینجا.
آسانسور خرابه خانم. سلام. ای بابا مگه شارژر میگیری؟ والا من نمیدونم، من شارژر رو میگیرم میدم به آقای مسعودی. اون تا چند تا از همسایه ها بعد حسابی کردن شارژشون نمیدم. آقای مسعودی لش کرده میگه آسانسور درست نکن. ولی دیگه به من چه ربطی داره؟ هم که دیگه هر چی آقای مسعودی بگه دیگه. آره. آه یه سری لباس گذاشتم کنار، بیا ببرش برای خانم. دست شما درد نکن. میگم خانمم بیاد ازتون بگیره. سلام. اینجا چه کار میکنی؟ بهت اختار دادم، بهت گفتم این رضا نیست معشوقه پدرش باشی، ولی انگار جدی نگرفتی. برو بیرون تا زنگ بزنم پلیس بیاد. به چه اجازه سرت انداختی اومدی تو؟ تو هم همینجوری سرت انداختی اومدی تو زندگی ما بی اجازه. اما الان وقتشه بری، یه جوری هم بدی که انگار هیچ وقت نبودی. تو نمیتونی به من بگی چی کار کنم. بهتم گفتم اگه عرضه داری برو جلوی باباتو بگی. واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم اونی که ازش دزدیدی پس بگیرم، عقل و هوشش. دیگه داری چرت میگی، برو بیرون تا جیغ نزدم همه بیان. چرا که نه، بیا جیغ بزن، جیغ بزن همه شوق شریفتو بفهمن. شو خدا چی فکر کردی؟ ها فکر کردی زن دوم هاجونیست بشو پولدار بشی؟ آره آره به همین راحتی. چند وقتی سیغشی؟ چه خونی بهت داده؟ اشتباه کنی. پس چی هستی؟ معشوقشی؟ درجه بگیری؟ حرف میزنی یا گردن تو بشکنم؟ ها بنار. من دختر آجیان هستم، خواهرت.